ای را همه بدانند. خبرنگاران ما یعنی افسران و نیروهای بسیار جانباز، پاک نفس، بی ادعا، بی نام و نشان در حوزه خبرنگاری است. فرق هم نمی کنه چه خواهر باشد چه برادر باشد. می توانید درست تعبیر بکنید، درست برسانید، درست ترجمانی بکنید. زبان گنگ مرا تو بلدستی که مزاج جامعه به کدام سویه میخواید. چیزی جوان ما انتظار داره وقتی کانال تلویزیون خود میزنه، وقتی رادیوی خود او تاکسیران ما در حال رانندگی است و چند تا مسافر داره میشنوه، چی بشنوه؟ او را شما بلدستید. نحمده و نصلی علی رسول کریم و علی آله و صحبه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. از حضور تمام حاضرین در مجلس، مسئولین دوائر مختلف امارت اسلامی افغانستان، اصحاب محترم رسانه و بالاخص ابتکار خیلی خوبی که اتحادیه ژورنالیستان افغانستان جناب آقای مجددی و همکاران داشته است، رئیس نماینده حکومت قدردانی میکنیم و یک گام مثبت و ارزنده در راستای تعامل بهتر با رسانه ها میپنداریم. در امارت اسلامی افغانستان مسئله رسانه یک مسئله پذیرفته شده است. این را ما با اطمینان میگوییم برای تمام دوستان، جوانان و کسایی که در داخل و در خارج مسئله رسانه افغانستان امروز پیگیری میکنه که برای امارت اسلامی افغانستان مسائل رسانه‌ای و رسانه اهمیت مهم و بسزا دارد. استعدادهای رسانه‌ای خود قدر میدانیم و تلاش میکنیم که این استعدادها علاقمندانه به کار خود و با انگیزه به کار خود ادامه بده. جوانای بسیار خوبی که در حوزه خبرنگاری، ژورنالیسم فارغ میشوند، یک جایگاه بسیار مهم و معتبر در پیش اکثر بزرگانی که ما میشناسیم، سالهای سال با آنها کار کردیم، در دوران جهاد اونها رو میشناسیم، یک علاقه خاص به رسانه دارد. این را همه بدانند. خبرنگاران ما یعنی افسران و نیروهای بسیار جانباز، پاک نفس، بی ادعا، بی نام و نشان در حوزه خبرنگاری است. فرق هم نمی کنه چه خواهر باشد چه برادر باشد. ما تمام تکالیف و زحماتی که اونا برای رساندن پیام ملت مظلوم، ملت دربدر، ملت قهرمان، در این حال ملت شجاع و ملتی که آینده خوب را حق خود میدانه، تلاش میکنه پیام همون ملت غریب و شکسته را برای دولت اسلامی که وظیفه داره برای آحاد ملت خود خدمت بسیار شایسته و عدالت محور انجام بده برسانه و پیام دولت برای مردم برسانه و پول ارتباطی باشه، ای را هیچ دولتی این کار کرده نمیتوانه. نظام امارت اسلامی افغانستان یعنی نسبت به گذشته و حتی نسبت به دوره قبلی نظر و نگاه از اونا به ارتباط رسانه مسئله متفاوت هست. جنگ تبلیغاتی هست، جنگ سرد هست، در جنگ گرم و در جنگ نظامی و در جنگ هایی که به شکل فیزیکی انجام می شود و تحمیلی بالای افغان ها آمد، تمام افغان ها مشترکاً سهم داشتند و وظیفه خود هم این حیث وطندار ای خاک انجام دادند و پیروز شدند. امروز به جای داشکه، به جای مسلسل، به جای کلاشینکوف سر جوانان ما، به سر شانه‌هایشان میکروفون، دوربین رسانه هست و دوربین عاشقانه. ما او خبرنگاری را بسیار دوست می‌داریم.
یعنی یقین بکنید. همین حالی که ما آمدیم کمی در مجلس آقای مجددی خدا خیر بده و ما وقت هم داده بود، ما از ملاقات با یک وزیر سا میاییم که باور بکنید بسیار با یک علاقه مندی که رسانه، سبحان الله، مسئله رسانه، تعریف رسانه، جایگاه رسانه، اصحاب رسانه، شخصیت های رسانه ای و میکانیزمی که برای رسانه باید تعریف شوه برای نظام امارت اسلامی افغانستان مهم است. بعضی ملاقات ها، بعضی دوستای ما، شما همه میبینید در صفحات اجتماعی هستید، در سوشل میدیا، وزیرای در حد درجات بسیار بلند اصحاب رسانه را مثل این میبینه که گویا یک معین خودم میبینه، یک معین ارشد امنیتی خودم میبینه، یک معین ارشد دیپلماسی خودم میبینه. اما کافی نیست، ما هم کافی نمیدانیم، باید کار بکنیم. جوان رسانه ای ما، خبرنگار ما، ژورنالیست ما نباید خسته شود. دنیا هم علیه ماست، میخوان ما را ترور شخصیتی بکنن، ترور رسانه ای بکنن، ترور تخریبی بکنن، بزنن، بکوبن، میده بکنن، خرد بکنن. ولی وقتی فکر رهبری چنین نیست، فکر اساس نظام اینطور نیست، عمل شخصی من نوعی نباید قضاوت بالای کل نظام شود. این تفکیک باید وجود داشته باشه. یک اندازه زمان میخوای، ما در افغانستان هستیم، از جغرافیا و از انانات و از خاک خود و از مطالعه روانی و عملیاتی در جامعه خود سخن میگوییم. ما باید دوستان و کسایی که در قسمت رسانه کار میکنه به این باور برسه که کسانی بسیار مخلصانه اونا را میبینه، تعقیب میکنه و برای دسترسی به معلومات حکومت تمام تلاش خود میکنه. و برای همه ما یک مکلفیت است، مخصوصا برای دولت، که حرمت، عزت و احترام افغان، حرمت و عزت و احترام ژورنالیست افغان، ژورنالیست افغان وقتی میگوییم بسیار بار معنوی و فرهنگی بسیار زیادی داره. ما این را کوشش کردیم و کوشش هم روان است. وزارت جلیله اطلاعات و فرهنگ، ریاست مرکز رسانه‌های کشور، سخنگویان محترم ما در تمام وزارت‌ها، رادیو ملی ما، رادیو تلویزیون ملی و شبکه‌های خصوصی، همه ایشان یک فکر مشترک، یک باور مشترک و یک گام مخلصانه مشترک با همه هیاهویی که هم در جامعه ما و هم در بیرون علیه اصحاب رسانه جریان داره و کار می‌کنیم و از کار خسته نمی‌شویم، خود برای خود رویه می‌دهیم و انشالله افغانستان ما نیاز داره. وقتی ما از پیش وزیر صاحب بلند شدیم گفت که ما به رسانه نیاز داریم برادر، ما رسانه را ضرورت داریم، رسانه است که تبلیغ میکنه. امروز دنیا از طریق میدیا وزیر رو میشناسه، از طریق میدیا یک شخص میشناسه، از طریق میدیا میدانه که در کنج افغانستان، در کنج افغانستان، از طریق میدیا سیلی محکم فرهنگی در گوش کسانی میخوره که افغانستان سیاه جلوه میده و سیاه تبلیغ میکنه. و ما اعلان کردیم و این کار هم میکنیم انشالله با همکاری وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ و دوستان ما در کمیته های مختلف معینیت نشراتی اونجی، که همینطور که کمیسیون تماس برای شخصیت ها وجود داره، باید برای شخصیت های رسانه ای ما هم وجود داشته باشه و اونا دعوت شود بیاین افغانستان ببینن، افغانستان از چشم خود قضاوت بکنه، با قلم خود از افغانستان بنویسه، همه چیز رو بنویسه و همه چیز رو بیان بکنه و انشالله سر از این کار جریان داره. لذا ما از این ابتکار بسیار ستایش میکنیم و یک ابتکار بسیار خوبی است و ما شاهد این پویایی را در کابل عزیز که فعلا هم زرش در حال باریدن هست ما احساس میکنیم و جوان و شما هستید که میتونید درست تعبیر بکنید، درست برسانید، درست ترجمانی بکنید. زبان گنگ مرا تو بلدستی که مزاج جامعه به کدام سویه میخواید، چی چیزی جوان ما انتظار داره وقتی کانال تلویزیون خود میزنه، وقتی رادیوی خود، او تاکسیران ما در حال رانندگی است و چند تا مسافر داره میشنوه، چی بشنوه؟ او را شما بلدستید و همکاری شما را ما خواهان هستیم و ما هم به شما انشالله وعده میسپاریم با همکاری تیم رسانه‌ای که در کشور وجود داره او فضایی را فراهم بکنیم که یک ژورنالیست با آزادی، با آزادمنشی، با یک احساس غرور، با سربلندی، با افتخار از هرات تا پنجشیر، از
بدخشان تا هلمند تا قندهار از زیبایی ها و از انانات مختلف کشور عزیز ما مستند بسازند، عکاسی بکنند، جامعه را به سوی امیدواری انگیزه بده و انشاءالله آینده از آن شما جوانان عزیز خواهر و برادر با استعداد رسانه خواهد بود و انشاءالله مشکلاتی هم که وجود داره به مرور زمان در کنار همدیگر با مشوره و مشوره گرفتن از همدیگر قابل حل است. خداوند متعال همه تان در پناه خود با سربلندی حفاظت بکند و من نمیدانم کدام یک رسانه به مقام برتری دست یافته است، ولی یک چیز گفته میتونم به مدت دو نیم سال یا بالای دو نیم سال امارت اسلامی افغانستان تمام جوانان رسانه‌ای و رسانه‌هایی که ماندن و خدمت کردن و پوشش دادن فعالیت‌های نظام خود، مردم خود، درد دلای خود از بدبختی‌ها و مشکلات زیر پل سوخته گرفته تا آزاد شدن و رها شدن جوانان ما دستاوردهای بزرگی که امروز یک جوان ما به دست آورده را پوشش داده، همه ایشان را ما رسانه های برتر می دانیم، از همه ایشان تشکری می کنیم و انشاءالله مقام عالی ریاست الوزراء، تمام بزرگان ما در مجموعه ریاست الوزراء، جناب دکتر صاحب عبدالواسع و تمام کسایی که علاقمند به خدمت کارهای رسانه‌ای است، شما را انشاءالله اسپورت خواهد کرد و ساپورت میکنه فعالیت های شما را و انشاءالله حفاظت خواهد کرد. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. استان ټول گزارشونه پیلی کی خدای دې تاګه دې هر قدم ماجر ورکړي ډېر ډېر مننه. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.